درود میفرستم به همه شما عزیزان تمام استانداردهای های دوگانه قبلی در برابر این مهدی رستنپور مزدور خبرنگار صدای ریاض و بی بی سی و اینا همه سوء تفاهمی بیش بوده باور کنید یعنی اصلا این آدم در این سطح از استاندارد دوگانه باور نکردنی کسی که سالها میگه آقا چرا ایران جلو اسرائیل بازی میکنه ورزشو نباید سیاسی کنیم الان که حتی گربه های روسیه رو تحریم ورزشی کرده این آدم در بی بی سی میاد یه حرفایی میزنه که دیگه رعنا جون خجالت میکشه رعنا رحیم پور نه چند جا رعنا رحیم میخواد بگه آقا دیگه خیلی حرفای عجیبی داری میزنی من دوست اینو با هم گوش کنیم تا با وقاحت مطلق این کار نشناس ها بیشتر آشنا بشیم آشنا هستید ولی بیشتر آشنا شیم اگرم آشنا هستید نمیخوایدم بیشتر آشنا شید حداقل میسازیم خودشون ببینن هرس بخونن چون همشون برنامهای منو میبینن صرفا پس میسازیم خودش حرف بخوره دیگه چون شما ها که آشنا هستید ولی با هم داشته باشیم جالبه میگن که ورزش و سیاست از هم اصلا عملا این که میگن که ورزش و سیاست از هم جداست میبینیم که چنین نیست خب اتفاقا من در شبکه اجتماعی والا مثلا در توییتر وقتی کلید واژه روسیه و فیفا رو سرچ میکنین تقریبا میشه گفت اکثر معترضین تصویر پروفایلشون یا قاسم سلیمانی یا علی خامنه و جالبه که اونا نگران اجرای قوانین در ورزش شدم در حالی که یکی از آنون شکنترین کشورها در عرصه ورزش متاسفانه خود ما این چون که هیچ یک از فدراسیون هامون خصوصی نیست باشگاه خصوصی نیستن ورزش رو من میکنیم از مقابله با رقبای اسرائیلی و اگه مسابقه خب. بدن میگه که ما ورزش کارامونو من میکنیم در این مقابل با اسرائیل حالا ادامه این جا جای مهمیه محروم البته ما که نه آقای مقام های جمهوری اسلامی بله ما ایرانی ها نیست. <applause> شما که ایرانی نیست قربتون شما مزدوران کشور اروپایی هستید در مشخص دیگه اون خانم که داره حقوقش از در حقیقت دولت فقیمه انگلیس میگیره که علیه کشور خودش به زبون فارسی فعالیت کنه شما حتی شوهرش هم انگلیسیه شما هم که قربتون برام شما هم که برای صدای ریاض بی بی سی کار میکنید یعنی دارید از عربستان سعودی حتی پول میگیرید یعنی شما ایرانی که دیگه نیستید ایران به دنیا آمدید فارسی بلدید ولی فعالیتاتون علیه ایرانه اینو یادتون باشه حال به نام همه ما تموم میشه این موضوع و این اعتراض به هیچ وجه پذیرفته نیست همین امروز اصلا واقعا چه اهمیتی داره وقتی که همین امروز روسیه بیمارستان کودکان و زایشگاه ماریوپور رو بمباران کرده خب پو پوفیوز ورزش چه اهمیتی داره وقتی که اسرائیل داره بیمارستانه قذر بمباران میکنه چطور ایران وقتی که در برابر اسرائیل بازی نمیکنه تو میگی ورزش رو نباید کرد و الان که به روسیه رسیده میگی ورزش آقا دقت کن تو رو خدا که همین امروز روسیه پذیرفته نیست همین امروز اصلا واقعا ورزش شمیتی داره وقتی که همین امروز روسیه بیمارستان کودکان آقا ما داریم چهل سال همینو میگیم میگیم آقا ورزش در برابر جنایات اسرائیل چه اهمیتی داره پارمون کردید گفتید ورزش سیاسی نکنید اون وزایشگاه ماریوپل رو بمباران کرده واقعا ورزش در برابر این مسئله چه اهمیتی داره وقتی که ما میبینیم تمام دنیا به هر حال تصمیم گرفتن از طریق اقتصادی، فرهنگی، ورزشی به جای تقابل و نظامی تصمیم گرفتن که از این طریق روسیه رو تحت فشار خب ایران هم تصمیم گرفته به جای حمله نظامی به اسرائیل به خاطر جنایتی که میکنه از این طریق اسرائیل رو تحریم بکنه باش ورزش نکنه بابا مشکل شما اینه که میگی نه ما باید نوکر هر کاری که قرض میکنه درسته شما ها اون بحث کت برآمده بعد از جنگ جهانی دوم رفتی شما میگی ما مومشکی هستیم من مهدی رستنپور مومشکی من احمق من نمیفهمم ارباب من اینان هر کاری که اینا کنن درسته پس یعنی داریم از ایرانیایی که داریم میان در اروپا چیزای عجیب غریبی که میگن حتما کار اینا درسته دیگه ما آدم نیستیم ما تو ایران اصلا حیوان به دنیا اومدیم اینا کارشون درسته این یک نگاهیه که این جماعت دارم من میدونم با این نگاه آشنام چون با این نگاه آشنام دهنشون رو سرویس کردم نگاه خود کمبینی خود تحقیری خب ایران که جلوتر از اروپا به این نتیجه رسید که آقا در این مقابله با جنایت اسرائیل باش مثلا به رسمیت نشناستش باش ورزش نکنه شما ما رو پاره کرده بودید بلند. ولی نگرانی که ادهی مطرح می کنند این که اگر این باب بشه که به دلایل سیاسی تصمیم هایی در دنیای ورزش گرفته بشه کجا خط قرمز کشیده میشه فرزن در سال 2003 آمریکا و بریتا بریتانیا یک ائتلافی از کشورهای غربی به عراق حمله کردند بر اساس این چیزی که بعدا مشخص شد یک دروغ محض بوده دیگه بیچاره رنا بابا من با انقدر این میتی راستنپور چرت گفت دیگه رهنا رحیم ران پور دیگه بابا یکی از چیزایی که از بی بی سی حالا هنوز خوشتون سه حفظ کنه همینه وقتی که دیگه گند راستان خیلی در میاد بی بی سی عقب نشینی کوچولویی میکنه که اون حرفه‌ای بودن خودش رو حفظ کنه البته بی بی سی خیلی گند زده. اوه تو همون چارچوب پروتکلای خودش انقدر سوتیا و دوگانه ها داشته ولی باز نسال بقیه نه کار برنامه‌پریم عقب نشینی کرد میگه خب آقا آمریکا متعینانش هم حمله کردن به عراق بعد معلوم شد دروغ بوده اصلا عراق دنبال بمب اتم نبوده ولی نهادهای ورزشی هیچ تصمیمی راجبش نگرفتند یعنی یک استاندارد دوگانه وجود داره با شما چون که اون حمله به عراق که برای زمینه کردن خاک عراق به کشورهای غربی نبود تو اولا مگه تحلیلگر مسئله سیاسی تو تایش یه کارنشناس ورزشی هستی این یک حالا داره تحلیل سیاسی میده حالا اون کاری ندارم اما میگه که آقا سیاست و ورزش رو از هم جدا کنید ورزش رو سیاسی نکنید بعد خودش به عنوان یک تحلیلگر سیاسی رسما داره کار سیاسی ای سی میکنه اینا تناقضات رو که حالا کاری نداریم بعد مگه الان روسیه ادعا کرده که میخواد اوکراین رو به خاک خودش ملحق کنه حالا اینکه شما برداشت دارید شاید ما برداشت داشته باشیم یه بحث دیگه یه ولی تریبون اصلی روسیه همچین چیزی نگفته بعد مگه هر کسی به هر کسی حمله میکنه فقط اگه اونایی که قرار باشه یه خاکی رو به کشور خودشون ملحق کنن باید مثلا مشروع بشه ورزششون تعریم بشه اگه به خاطر یک دروغ حمله کنن به یک کشور اون مشکلی نیست از نظر شما حالا ادامه افزون بر سی کشور رفتن یک جنایت کاری که میلیون ایرانی و عراقی رو کشت یا آواره کرد به کویت حمله کرد رفتن او رو ساقط کردن چه ربطی داره اگه قرار باشه هر جنایت کاری یا که سی تا کشور جمعشن بهش حمله کنن که سنگ رو سنگ بند نمیشه بگو اربابای من حمله کردن اینا دیگه توجی نیار و اگه بحث جنایتکار همین بایدن بچهش داره الان چه جنایتایی میکنه با کودکان خود بچه بازش هم میتونی آمار بگیری مگه آمریکا کم جنایت کرده اینا حقایقیه که وجود داره دیگه دستشون هم درد نکنه با قذافی هم همین کارو کردن واقعا تفاوت داره با حرکتی که پوتین داره انجام میده جالبه که زلنسکی هر روز در اینستاگرام توییتر میگه آقا جنایت های اوکراین الان با مردم روستبار اونجا که چی با مردم خودشون دارید میبینید دیگه فیلم ها هر روز داره میاد بالا رفتارا کرده من اصلا نمیدونم چی بگم نمیخوام زیاد صحبت هم کنم چون الان موضع یعنی حرفامو تو اون چند روز اول جنگ زدم دیگه دارید میبینید جنایت های بخش های تنده واقعا نجات ستیز اوکراینی رو دارید دیگه خود بی بی سی صداش در رفتارش با مهاجرا را نشون داد به نمایش گذاشت چه جوری حتی با مهاجرای ایرانی یک رژیم واقعا نجات ستیزی داره اوکراین که داریم الان داریم برخوردن با مردم روسیه رو اونجا رو قتل عام می‌کرد قتل عام گور بابای روسیه ولی آقا قتل عام داشت میکنه همین الان هم داره قتل عام میکنه جنایت داره میکنه دولت اوکراین رسما داره جنایت میکنه کوره نمیبینه هروم لقمه همون کشورها بیام به کمک ما خب حالا مثال دیگه... دیگه مثال م... مثال اسرائیل دیگه اسرائیل رو که به خاطر سازمان ملل هم قبول داره بخشی از سرزمین های فلسطین یا جواب منطقی بود دمت گرم رانا رحیمپور امروز من به تو <تصفح> چیز میگم درود به واقعا <تصفح> رانا رحیمپور نه به خاطر شرافتش تو شرافت نره حداقلش اینه که در چارچوب تعجیز اعتبار میفهمه داره محتی رستم پور چرت و پرت میگه داره عقب نشینی میکنه یعنی اینش باز خوبه باز خدا رو شکر دادن اینقدر شعور داره رانا رحیم پور رو اشغال کرده چرا نه نبا... مثلا این اسرائیلش جالبه مثال اسرائیل دیگه اسرائیل رو که به حال سازمان ملل هم قبول داره بخشی از سرزمین های فلسطینی رو اشغال کرده چرا نباید چنین محدودیت هایی برای باید. اسرائیل به نظر شما وجود دارد. داشته باشه برای روسیه نه اینجا دا... وقتی که خود ورزشکاران فلسطینی در لیگ اسرائیل بازی میکنن اینها واقعا سو استفاده های سیاسی در این چند روز میبینیم چقدر فقط برای اینکه این جنایت تجاوز پوتین به همین دقت دقیقا کن جواب این نامه ایتی رو وقتی که خود ورزشکاران فلسطینی در لیگ اسرائیل بازی میکنن داشتی؟ اینجاست که میگم وقتی که قافیه به تنگایت شاعر به جفنگایت اینجاست مثال عراق و پیچون مثال اسرائیل میاره میگه بابا اسرائیل که دیگه سازمان ملل هم قبول داره که اشغال کرده فلسطینا خب حالا چرا سر اسرائیل میشه ایران بازی نمیکنه میگه آقا وقتی که خود ورزشکارای فلسطین تو لیگ اسرائیل بازی میکنن چه واقعا مقلته ای مگه مردم فلسطین هم یک دستن چه ربطی داره چه ربطی داره اولا که بخشی از اون مردم اونجا موندگار شده الان چند دهه گذشته هفت دهه گذشته شناسنامه اسرائیلی دارن بعدش هم که بگیم در مورد مسئله فلسطین خب شما جریان خودگردان اون یارو اسمشو بگید دیگه که ما مریم رجوی هم دیدار داشت چی چی عباس این اینا اصلا ضد ایرانی هن. اینا اصلا ضد ملت فلسطینن اینا جریانی که براشون در برابر بر حماس درست کردن که با اسرائیل کنار بیا شما تو هر ملتی محمود عباس محمود عباس خائن به ملت فلسطینه به شما وقتی که حماس آخه من آخه بعد به این درس سیاست یاد بدین وقتی که حماس در چارچوب میهن پرستی در برابر بر اسرائیل وایساد اسرائیل برای که مشروع سازی کنه دل مردم فلسطین بالاخره یه عده خائنن دیگه محمود عباس اینا رو در با اینا رو در آورد گفت شما بشین آقا چی اصلا شما بشین نماینده فلسطین ما با حماس رو میکنیم تروریستی توی جریان خودگردان محمود عباس رو میکنیم نماینده فلسطین چرا نماینده فلسطین تو, تو با ما تعامل داری تو با ما اوکی هستی تو با ما دست تو یک کاسه است همین الان هر جلسه ضد ایرانی برگزار میشه محمود عباس یه پاش الانم هم این یارو پادشاه اردن اتفاقا جلسه ای داشت با محمود عباس در همون راستای جلسه شهر ساحلی عقبه که در کنار اون بحث صحرای نقب که الان اسرائیل با متحدانشون انجام دادن با کشور عربی یه جلسه دیگه ای که بهتون نگفتم که بعد از این داستان در حقیقت شهر شرمال شیخ مصر انجام شد که اونجا دیدارهای ضد ایرانی شد الان محمود عباس قراره با پادشاه اردن دیدار داشته باشه علی ایران اتفاقا که در مورد نفوذ ایران تو بخش فلسطین اینا خب اگه اینجوری آقای مهدی رستمپور اگه شما به این اعتقاد داری که اگه یک فلسطینی در لیگ اسرائیل بنابراین این حرفی که خود بس فلسطین کل به بدید به کل فلسطینیا خب اگه اینجوریه که این نظام دست به نخ حداقل هر تظاهراتی که میشه یه چند میلیون نفر میاره تو خیابون پس خفه شید دیگه اگه خود مردم ایران برای سردار سلیمانی ریختن تو خیابون تو که اون گوشه نشستی خفه شو <applause> چرا تعمیم داری میدی بله چهارتا چیه صدها ورزشکار فلسطینی هم دارن در لیگ اسرائیل بازی میکنن کدوم ورزشکار ما تو هر ملتی بی غیرت و وطن فروش داریم از جمله تو ما میگیم آقا ما ایرانیان وطن پرستیم مثال نقد تو با اون خانم رهنا رحیم پور دست به نقد <applause> چون تو دوتا تا وطن فروشید که تو رو نمیتون تعمین بدن امیدانو این بچه‌ای که دارن این برنامهم میبینن بگن آقا همه ایرانی‌ها وطن فروشن نه بخشی از ایرانیان چون این آقای مهتی رستم اینا بله اینا مزدور عربستانن تعمیم نمیتونی بدی که ولی افرادی هم هستن چون امید ها اینا مزدور عربستان نیستن تموم شد شاعر وقتی که میگن این قافیه به تنگ آید به جفن آید اینه یه وقتی که خود ورزشکارای فلسطینی تو لیگ اسرائیل بازو خفه شما با این چه استدلالیه تو داری میاری رک بگو آقا این اروپا اینا ورزش روسیه رو تحریم کردن من هوادار این قضیه ام ما یک طرفه قضاوت میکنیم ورزش زمانی که اگه ایران بخواد اراده بکنه سیاسی نیست ولی اگه ما اربابمون آمریکا و اروپا اراده بکنن سیاسی است تمام شد این منطق شماست بقیهش دیگه مزخرفات و توجیه حالا این دو دقیقه توجیه تم بکن تمام بره اینها واقعا سو استفاده های سیاسی در این چند روز میبینیم چقدر فقط برای اینکه این جنایت تجاوز پوتین به اوکراین رو کم رنگ جلوه بدن جالبه خود مردم روسیه معترضن هر روز چند هزار بابا خفه شد دیگه چند هزار نفر حالا اصلا چند هزار نفر هم نبودن حالا بودن 140 میلیون نفرن تو روسیه 70 درصد موافقن هر چ... ببین اینا خیلی پرروان ببین از بین 140 میلیون مردم روسیه دو هزار نفر میریزن تو مسکو تظاهرات میکنن این اینو تعمیم میده به کل مردم روسیه که مخالف جنگ اوکراین هن. بعد اون وقت از اون طرف چندین میلیون نفر تشی جنازه سردار دلها قاسم سلیمانی میریزن تو خیابون اینا میگه نه اینا مردم نیستن که اون چند نفری که تو خونه ها نشستن یا اون دیوی سی نفری که در اون بحث کوی دانشگاه امیر کبیر ریختن تو خیابون عکس سردار سلیمانی رو پاری کردن اونا مردم ایرانن ولی اون چند میلیون نفری که اومدن گریه کردن برای سر اونها اونها مردم ایران نیست اینکه این, این تعداد قابل توجهی از مردم روسیه پشت پوتین اینا مردم روسیه نیستن اون دو سه نفری که تظاهرات کردن علیه پوتین اونها مردم روسیه این سازمان فکری ایناست مدل آنالیز کردن فکری ایناست آره دمش کم بکنه فکرم میکنه بچه زرنگ ایرانی نداره 43 سال عمرشون تلف شده ولی ببین کسایی که فکر میکنن خیلی زرنگن عمر خودشون رو تلف میکنن کسی که فکر میکنن خیلی زرنگن عمر خودشون رو تلف میکنن مصادره به مطلوب میکنه مصادره به تف... تفسیر رو داره مصادره میکنه هر جو دلش بخواد داره تفسیر میکنه دلت میخواد زبون آقای مهدی رستنپور استخون نداره دل تنگت میآید در بی بی بشین بگو ولی واقعیت میدانی تکون نمیخوره تو داری خودتو اسکل میکنی البته قبول دارم چون در بی بی سی داری صحبت میکنی یه بخشی از ملت ایران همراه با خودت به چاه میبری یه بخشی از ملت ایران با باطلاق تو غرق میشن در اسکولیسم می سیاسی ولی حقایق میدانی سر جاشه ایران ماندگار جمهوری اسلامی ماندگار و و و و با این وقاحت حالا بشین واسه خود تفسیر کن نفر دارن بازداش میشن قابل مقایسه نیست این جنگیه که در سرنوشت آینده ایران هم تاثیر داره و همه دنیا به همین خاطره که همه دوست دارن هر طریقی که شده ماشین جنگیه پوتین موفق حرام من گوش نکنم مردی که حرام لقمه میگه من تحلیلگر ورزشی هم ورزش هم با سیاست قاطی نیست همه یه تحلیلی که دار سیاسی بود شما چیز ورزشی از این شنیدید؟ قربونتون برم خواستم اینو فقط برجسته کنم خودشم میدونم میبینه ببین هرس بخور من اینجا تو هم بدبخت تو دانمارکی جون در بیا منم تو جزیره قناری هم الان برنامه هم تمام میشه با همسر بالا میشم میرم می یه جا میشینم یه در حقیقت مخیطو خانکم میزنم تو شب چون هوامون هم و 20 درجه است آره تو تو زب... تابستونتون در بهترین حالت تو دانمارک 20 درجه نیستی ما تازه ساعت یک نصف شبمون 20 درجه است تا جونت در بیاد اینجوری بعد بگم خود خودم خالی کنم اینقدر که اینا مزخرف میگن هرسشون رو در بیارم عاشقتونم قربتون برم همتون رو به اهورامزه ایران میسپارم بدرود آیک برسه چه جوری تحلیل میده واسه خودش هرچی دلش میخواد میگه